حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری چشم به جهان گشود. پدرشان امام ابن جعفر علیه السلام و مادرشان حضرت نجمه بودند. امام رضا علیه السلام برادر تنی آن حضرت، او را که نامش فاطمه بود، معصومه خواندند. امام موسی کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام ویژگی های زیادی از شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها بیان نمودند. در مکانت علمی و حدیثی آن حضرت مثل مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین آمده است: در مورد جایگاه علمی و حدیثی حضرت معصومه فقط یک چند روایت که مثلا اولی که حضرت معصومه هم مثل مادر بزرگوارشم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لقب عالمه و محدثه را دارن، یعنی محدث بودن و اغلب روایت ایشان هم در مورد اثبات ولایت امام علی علیه السلام بودن. روحیه بخشندگی، محبت و عاطفه فاطمه معصومه سلام الله علیها دلیل اطلاق لقب کریمه اهل بیت به ایشان هست و این عشق و صفا در دل عاشقان آن حضرت گره خورده است. خداوند لیاقت داده بوده که در چندین مرتبه در سن کودکی و نوجوانی، هرچند که کوچیک بودیم اون وقت، اما احساس میکردیم پیش یک شخص خیلی بزرگ رفتیم و یک آرامش خاصی برای ما میداده. یک سال پس از ورود امام هشتم شیعیان به خراسان، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به نیت زیارت و همراهی با امام عصر خیش از مدینه النبی به سمت مرو حرکت کردند. آن حضرت نه به دلیل روابط خویشاوندی و علاقه خواهر برادری که در اصل به خاطر ولایت مداری و انجام رسالت دینی و سیاسی خیش باری سفر بستند و به شهر قوم عزیمت نمودند تا اسلام ناب محمدی را به معرفی بگیرند. پیامبر بزرگوار اسلام در شب معراج میبینند بر در بر پرده از قصر بهشت نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی القوم، یعنی خدای جز خداوند یکتا نیست و پیامبر بزرگوار اسلام رسول فرستاده است و حضرت علی علیه السلام رهبر و ولی قوم و مردم هست. و همچنان در پرده دیگر میبینند که نوشته است که شیعت و علی هم الفائزون، شیعیان علی علیه السلام رستگارانند. به گواهی تاریخ حضرت معصومه سلام الله علیها در میان راه خراسان بیمار شد و در قوم درگذشت. برخی معتقدند که حضرت معصومه سلام الله علیها در ساوه مسموم و سپس به قوم رفته و شهید شد. درباره علت رفتن ایشان به قوم دو گزارش وجود دارد. طبق گزارش نخست، وی در ساوه بیمار شد و از همراهانش خواست او را به قوم ببرند. بنابر گزارش دوم، خود قومی ها از او خواستند به قوم برود. حضرت معصومه سلام الله علیها در قوم در خانه شخصی به نام موسی بن خزرج اشعری ساکن شد و پس از 17 روز درگذشت. پیکر آن بیبی را در قبرستانی به نام بابلان، یعنی حرم کنونی، دفن کردند.